اکثر بچه ریاضی فکر میکنن که مسیرشون منتهی میشه به کامپیوتر، برق، مکانیک، صنایع و اینجور رشته ها یا عمران، ولی یه سری رشته ها هست مثل رشته مهندسی معدن که واقعا پتانسیل داره، واقعا آینده خوبی هم داره با توجه به حالا کشوری هم که توش هستیم، ولی خیلی بهش نمیپردازن و ما امروز اومدیم که دقیقا به همین رشته بپردازیم و ببینیم تو رشته مهندسی معدن واقعا چه خبره. مهمونی هم که داریم تجربه بسیار غنی دارن برای مهندسی معدن، یعنی دیگه اصلا به هر چی بخواین توی این ویدیو فکر کنم به دست بیارین در مورد مهندسی معدن. میخوای خودتون معرفی کنید بعد بریم سراغ سوالام. بنام یاد خدا، بنده میرکمل سید همزر، لیسانس مهندسی معدن گرایش اکتشاف، فوق لیسانس مهندسی معدن گرایش اکتشاف و دانشجوی دکترا که حالا ادامه ندادم به خاطر بحث فرآیند پروسه اپلای. شاید خیلی از ما حالا موقع انتخاب رشته یه تصوری داشتیم از اون رشته‌ای که حالا داشتیم وارد می‌کردیم، قصد داشتیم که بریم داخلش، ولی وقتی وارد شدیم خب این تصوره با قرار گرفتن تو محیط تغییر کرده. این برای شما چطوری بوده در مورد معدن؟ بحث معدن همونطور که حالا قبل از ضبط گفتم بهتون، بحث البته از نظر من دنیای عدم قطعیت هاست، یعنی تو بحث معدن هیچ موقع نمیتونی با قطعیت بیای بگی که اینجا یه ماده معدنی هست با فلان ظرفیت یا نیست. مطمئنا یه درصد خطایی هست، یعنی علم، یعنی یه بحث معدن یه بحثیه که علوم مهندسی باید بغل کارهای پای علوم پایه باشه، یعنی همزمان هم باید تئوریکال هم بحث دانشگاهی رو باسواد باشی، هم بحث تجربیش کارهای فیلد و بغل اینا مطمئنن کار نرم افزاری. قبل از اینکه حالا ورود کنیم به بحث یعنی انتخاب رشته و فلان و بیاییم زیاد، حالا اون موقع اطلاعات آنچنانی که حالا شما زحمت کشیدین تهیه کردین اون موقع نبود، فقط ما اولویتمون بود که به دانشگاه دولتی خوب قبول شیم، اساتید خوب داشته باشن و خب رشته خب معدن رشته فن مهندسی بود در این همین حد. بعد که حالا وارد این جریان شدیم دیدیم نه، یه خورده قضیه فرق میکنه، آدم باید تو زندگی دنبال علایق شخصیش بره، اصلا باید اول خودش رو بشناسه که چه جوریه این علایق شکل میگیره، یه سری خصوصیات باید دادم فرد موقعی که مثلا مهندسی معدن جزو رشته‌های سخته چون که کار فیز داره، یا آدمی که ظریف علایقش یه خورده دوست داره زیر کولر بشینه یه خورده با این شغل حالا همخونی نداره. حالا بچه‌ها بخوام بیان تو کارشناسی تو این 4 سال قراره با چه درسایی درگیر بشن؟ حالا در کنار همون دروس پایه‌ای که اکثر مهندسی ها دارن، خودت مهندسی معدن بچه‌ها با چه درسایی پیش رو میشن؟ کلا درس مهندسی معدن به 3 قسمت تقسیم میشه. یکی دروس پایه است که معمولا همه بچه‌ها میخونن دیگه، مثلا ریاضی و فیزیک و شیمی، ریاضی 1 ریاضی 2 فیزیک 1 2 3 و شیمی و بغل اینا یه درس زمین‌شناسی هم باید واسه بچه‌های مهندسی معدن اضافه کنی که سایر بچه‌ها کمتر می‌خونن. بحث دوم بحث دروس فنی مهندسیه که عین سایر بچه‌های فنی مهندسی ما این دروس رو مطالعه می‌کنیم، استاتیک و مقاومت مصالح و دینامیک و مکانیک سیالات. بحث دروس تخصصی ما به 3 قسمت تقسیم میشه که اینا دروس اصلیه که تو ادامه کسی که می‌خواد ادامه بده تو یکی از اینا باید متخصص باشه. ژئوفیزیک که تو ارشد اینا انتخاب میشن، ژئوشیمی که دروس زمین شناسی دیگه، یاد باید تو اینا متخصص باشه یاد بگیره، اینا دروس اصلی و تخصصی زمین شناسی مهندسی معدنه که بغل زمین شناسی هم باید دروس تکتونیک هم هست دیگه، زمین شناسی ساختاریه. 2 قسمت هم باید به اینا اضافه کنیم، مثلا کسی که میخواد لیسانس بخونه، لیسانس مهندسی معدن، میخواد در ادامه کار آدم موفقی باشه و به جایی برسه، 1 حتما باید بغل اینا کارهای نرم افزاریش هم پیش ببره. نرم افزارهای مهمی که تو این زمینه هستن ArcGIS، همون نرم افزار نقش خوانی، دور سنجی یا سنجش از دور، بحث پردازش تصاویر ماهواری و سومیش هم که SPSS بحث تحلیل داده هاست دیگه، یعنی آنالیز داده ها تو آنالیز میکنه، یه خلاصه یه خروجی بهت میده. بحث آخری هم که بحث فیلده، بحث تجربه کاری، بحث سر زمین و معدن رفتن، بحث دیدن، بحث تجربه کاریه که کلن مجموع اینها رو یه آدم موقعی که میاد مهندسی معدن رو انتخاب میکنه باید کلهم اینا رو در نظر بگیره که تو اون 4 تو پروسه کاریش و تحصیلیش در نظر است. بعد حالا بین همه این درس ها خودتون بیشتر به چه درسی علاقه داشتین و به اصطلاح بیشتر باش حال میکردین؟ تو بحث درس ها ما والا اینم یه ایبیه دیگه، بچه های ریاضیات فکر کنم موقع زمان ما زمین شناسی نمیخوندیم، ولی تجربی ها زمین شناسی میخونن،
ما اومدیم اینجا دیدیم که اصلا یه درسی هم به اسم زمین‌شناسی است. خب ما ریاضیات بودیم، فن مهندسی یه خورده همون دروس ریاضیات یه خورده علاقه و خلاص بهتر بودیم توش. به تپ من حالا سلیقه شخصی از این درس‌ها یه خورده علاقه من بودم. بعد یکی از دروسی که یعنی بخشایی که تو معدن باید بدونیش ژئوشیمیه. ژئوشیمی من خودم به شخصه ترکیب به قول معروف بحث شیمی دقیقا میپردازه، بحث شیمی مواد تکاملش. مثلا از تو بحث ژئوشیمی میفهمی که آقا این سنگی که اینجا هست چند هزار سال قبل تشکیل شده، از کجا اومده. یعنی اینا چیزای جالبی هست که تو این بحث هست. یعنی این زمینی که ما توش زندگی میکنیم از اول تاریخ، از اول شکلیش، بحثای زمین‌شناسی، ژئوشیمیش خیلی جالبه که آدم بدونه چجوری تشکیل شده. ما دقیقا جایی که الان پارک حالا لاله نشستیم بدونیم که اینجا شاید مثلا هزار سال قبل اقیانوس بوده، اصلا شاید اصلا کوف بوده، کوهستان بوده، ولی به مرور زمان یه سری اتفاقاتی افتاده که باعث شده که به این شکل کنونی در بیاد. حالا من به شخصه به دروس ریاضیات فنی مهندسی و ژئوشیمی خلاص ایراد تحصیل است. حالا یه سر رشته ها هستن مثل مهندسی برق که معروفه شما خیلی باید وقت بذارید روش تا واقعا بتونید از پس اون رشته در بیاد. یه سر رشته ها هستن با سبکترن. مهندسی معدن کجا قرار میگیره؟ چقدر وقت گیره تو هفته مثلا از دانشجو این رشته؟ از لحاظ وقت گیری به نظر من دیگه همه رشته ها اینجوریه. یعنی شنبه تا چهارشنبه دانشگاه، یعنی کلا برنامه دانشگاه اینطوریه. اصلا کلا همه فکر کنم دانشگاه دولتی اینجوریان که جوری برنامه میچینه شنبه تا چهارشنبه باید دانشگاه باشی، یعنی کامل وقتتو میگیره. شاید اون بعد از ظهر یه وقتی واسه خودت پیدا کنی. آخر هفته هم میتونی منظور تکالیفت و کاراتو انجام بدی. من از اینجا هم استفاده میکنم، یه توصیه میکنم حتما تو طول ترم درس بخونن. یعنی اصلا این کارو نکنن که بذارن تو فرجه و امتحانات پاینتر. درست ها پاس میشین، شاید یه نمره خوبی هم بگیریم، ولی اگه بخوایم به جای به چیزای بزرگتر فکر کنی، به موفقیت فکر کنی، حتما تو طول ترم بخونی. نسبت به سختی به سایر رشته ها خب من فکر کنم یه خورده راحت تره. با اون صورت که سخت باشه نه نیست، یعنی مهندسی برق و فلان و اینا میدن تخصصی ریاضیات، ولی رشته ما یه خورده حالت کنجکاوانه داره، یه خورده آدم باید خودش پیگیری بشه، یه خورده حالت جذابیت داره. بغل اینا رشته های فنی مهندسی رو باید بیس کار رو بلد باشی. تو مثلا بیای باید ریاضیات رو بلد باشی، مثلا تو تخمین ذخیره باید بحث آمار و اطلاعات داده‌ای رو بلد باشی، تو ژئوشیمی یه خورده از شیمی باید بلد باشی. اینجوری نیست که مثلا نه خیلی چیزه، ولی در حد معموله، در حد یه چیزی که جا واسه پیشرفت زیاد داره. هر چقدر خودت بخوای، یعنی خودت وقت بذاری، اون پتانسیل این رشته داره به جاهای بالاتر برسه. معمولا تو دانشگاه‌ها کسایی میان این رشته که مثلا رشته تاپی محسوب نمی‌کنن. از نظر من اشتباه، چون که ایران بهشت زمین‌شناسی دنیاست. ایران مواد، یعنی از همه مواد معدنی که تو دنیا هست تو ایران وجود داره. من یک مهندس معدن یا زمین‌شناس رو ندیدم که بعد از فارغ التحصیل کار بشه. یعنی حتما بازار کار هست و اگه بلد باشه، اگه توانمند باشه، شرکت‌ها اصلا دستشو می‌بوسن. یعنی اگه بتونه کار نرم افزاری کنه، کار گزارش نویسی کنه، تو کار فیلد چیز باشه، وارد باشه، مطمئن میخوانش، با حقوق بالاتر هم میخوان، مثلا حداقل 40 تومن بهش میده. متاسفانه نمیدونم نظام حالا سازمان سنجش، یعنی میدونم وزارت علوم، نمیدونم چرا زیاد بهش توجه نمی، چون که پتانسیلش بسیار بالا. من یه مثال حالا تو راه با دوستمون میگفتم، مثلا من یه رفیقم دندان پزشک تو کار ایمپلنت، من پرسیدم ماده اولیش چی، گفت تیتانیوم و زیرکون. گفتم که اینا رو که ما هم معدن تیتانیوم داریم تو ارومیه، خب چجوریه؟ اون از من پرسید، گفتم والا علم فراوری شما نداریم، چون که علم فراوری شما نداریم میریم از آلمان وارد میکنیم. تیتانیوم یه خاصیتی داره که بحث انتقال حرارتیش نسبت به سایر عناصر خیلی کمتره. یعنی اون غذا، اون گرمی و سردی که میخوری، اون اجازه نمیده به ریشه دندون برسه و بهش آسیب برسه. این نمونه ساده ای از ماده معدنیه که تو ایمپلنت چیز استفاده میشه. والا اینو بس بده به همه چی. یعنی مهندسی معدن به نظر من باید خیلی بهش بها بدن، هم دولت، هم بچه‌هایی که استعداد دارن، علاقه دارن، چون که کار واسه به قول معروف تو این رشته بسیار زیاده. به تازگی هم که هوش مصنوعی و پایتون و کدنویسی به این حوزه وارد کرده. تو تحلیل داده ها، تو تحلیل الگوهای ماده معدنی هوش مصنوعی خیلی خوب عمل میکنه و این یک مزیتی که بچه‌هایی هم که هستن به برنامه‌نویسی علاقه دارن میتونن بیان تو این حوزه فعالیت کنن. یعنی هم حقوق بالا، امنیت شغلی، خیلی چیزا درش تامین میشه.
حالا سوال بعدیمون اینه که دانشگاه چقدر موثره؟ مثلا شاید حالا کامپیوتر یه نفر چه آزاد بخونه چه سراسری بتونه مثلا حالا پیش ببرتش، ولی توی معدن دانشگاه چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ این سوال بکنم سوال خیلی خوبیه. واقعیتش تو ایران مثلا اگه من به عقب برگردم مطمئنا لیسانس میام تهران، یعنی دانشگاه‌های تهران کاملا متمایزن با کل دانشگاه‌های ایران. خب اینم علت داره، اساتیدی که میان اینجا درس میکنن جزو نوابغ کشورن، با صنعت ارتباط دارن، یعنی استاد ما مشاوره یه اداره یه سازمانیه، یعنی هم میتونه به راحتی اگه تو توان و پتانسیلشو داشته باشی تو رو میتونه به وصف کنه به یه سازمانی ورکنی، و تو شهرستان این امکانات این فرصت ها نیست. واسه یه کسایی که میخوان پروسی اپلای ادامه بدن بازم تهران بهتره، حتی دانشگاه آزاد، یعنی اینجوری نیست که فقط بگیم دانشگاه دولتی، ولی دانشگاه سراسری من پیشنهادم اینه که حتما اولویتشون دانشگاه تهران باشه، و اگه هم نتونستن من بازم پیشنهادم اینه که یه رشته پایین‌تر برن، بازم بیان تهران یه خورده از علایقشون این بر اون بر کنن. خلاصه اولویت دانشگاه های تهران باشید، چون خیلی فرق میکنه بحث درس و تدریس اینا هم بکرار. تو زندگی آدم یه سری تجربه هایی هم کسب میکنه که تو شهرهای کوچک این اتفاق نمیفته، از نقطه امنش رو خارج میشن، دوچار خلاصه تو جامعه میفتن و اون سردی و گرمی روزگار رو میششن، مستقل بودن رو یاد میگیرن، از خانواده جدا بودن رو یاد میدن، معاشرت، اجتماعی بودن، با آدم و سرکار داشتن، اساسا تو کار چجوری خودتو مدیریت کنی، اینا همه ریشه هاش از همینجا میاد. بچه های دور اطرافت از نوابغ کل ایران هم با فرهنگ های متفاوت، اینا باعث میشه که در آخر یک انسان به واقع اصلا جور دیگه به دنیا اطرافش نگاه میکنه، بسته نیست، بازه، یادم موفقیه، باعث به وجود آمده همچنان دوایی میشه. در مورد همین سوال، اگر مثلا شهرهای صنعتی مثل حالا مثلا شیراز، اصفهان باشن چی؟ چون اونا هم خب احتمالاً در ارتباط هستن. من حالا اولویت اول گفتم اینو دیگه، ولی خب به طب این میره پایین تر دیگه. مثلا پیشنهادم اینه که مثلا اصفهان شهر صنعتی، بحث فولادش با توجه به صنعت اون شهر دانشگاهش رو انتخاب کنند. مثلا اصفهان شهر صنعتی، عراق شهر صنعتی، یا مثلا آروم آروم میریم سمت کرمان شهر معدنیه. اگه میخوای حوزه فعالیتت معدن باشه، به طب خیلی کرمان بهتر از اصفهان، چون که یه سری معادنی اونجا هستن که تو دنیا بی‌نظیره. یا ما میخوای مثلا مهندسی کشاورزی شیلات بخونی، خب شمال خیلی بهتره. یا مثلا نمیدونم یه سری رشته ها با توجه به اون خلاص تقسیم بندی که دارن اولویت، مثلا بعد تهران خب تبریز، اصفهان، مشهد، مثلا اون پزشکی شیراز فکر کنم خیلی حتی مثلا با تهران یکیه. اینا رو باید فکر کنم در نظر بگیرن دیگه، به همین مراتب برن پایین تر، شهرهای بزرگتر، شهرهای صنعتی تر، اولویت دانشگاه دولتی. بعد اگه مثلا دانشگاه دولتی مثلا زابل یا زاهدان یا نمیدونم یه سری شهرهای کوچیکی هم رفتن دیگه، بعد اون سعی کنن اگه بحث مالیشون چیز نباشه بیان مثلا حتی آزاد اصفهان. یعنی به نظر من آزاد اصفهان بهتر از مثلا سراسری یه شهر کوچیک تو جنوب کشور، اگه بحث مالیشون مشکل نداشته باشه. حالا شما خیلی تجربه خوبی توی کار داشتین و این سوال فکر کنم خیلی براتون ملموس باشه. این سوال، فاصله دانشگاه با بازار کار این رشته چقدره؟ یعنی اون درسی که میخونین چقدر کاربردیه؟ مزیت بگیم یا حالا مزیت بهش نگیم، من بعد لیسانس مستقیما رفتم سر کار، یعنی فارغ التحصیل شدم، جوری بود که نزدیک 8 تا 10 سال سابقه کار دارم. همزمان با تحصیلم من کار کردم، از جنوب غربی شرقی ترین نقطه کشور زاهدان، معادن تلاش، آنتیوانش، تا شمال غربی ترین منطقه مرز ایران ترکیه کار کردم، با شرکت های بزرگی هم کار کردم. بحث سابقه کاری فلان ها الحمدلله بد نبوده. بعضی بچه ها میگن که آقا این درسی که میخونیم تو دانشگاه به درد ما نمیخوره، معدن اینطوری نیست. یعنی تو سواد زمین شناسی، ژئوشیمی یا ژئوفیزیک نداشته باشی نمیتونی مهندس موفق بشی. یعنی بسیار دروس کاربردی باید تو اینا حداقل بیس و بلد باشی، بخصوص تو دروس زمین شناسی، تو دروس ژئوشیمی و ژئوفیزیک. شما فرض کن که میان نحوه تشکیل یک مس پورفیری رو توضیح میده، اینو باید علمش رو داشته باشی، بدونی که این مس پورفیری مثلا چه آلتراسیون هایی داره، بعد بیای تو نرم افزار مثلا دورسنجی بیای درش بیاری، کانیاشو مشخص میکنی، یعنی همشون به هم ربط داره. تو یه بحثی کوچیکش مثلا فرض کن تکتونیکش ربط داره به دیگرسانه، دیگرسانش ربط داره به نمیدونم سنگ میزبانش، یعنی جوریه که باید حتما از لحاظ تئوریکال و از لحاظ دانشگاهی دروسشو، حتی دروس فنی مهندسیش، تا
تو میخوای مثلا رشته تحصیلیت میشه فوق لیسانست مکانیک سنگ، باید بحث تنش و کرنش و کامل اینا رو بلد باشی تا تونل بتونی ازشون استفاده کنی. یعنی فاصله چندانی نداره که بچه ها میگن نه اینا اصلا اینطوری نیست. بحث این معمولا بعد لیسانس بچه ها نمیدن سمت ارشد، اونایی که اولویتشون نمیدن میگه آقا ما میخواییم بریم سر کار. من پیشنهادم اینه که این کارو نکنن، یعنی بعد لیسانس حتما وارد فوق لیسانس بشن. موقعی که آدم تا لیسانس بیشتر بحث دروس مطرحه، یعنی درس میخونین، زیاد بحث فیلد و تجربه کاری و نمیدونم نرم افزار و اینا که تو مهندسی مدن خیلی مهمه وارد نمیشه. وقتی که وارد فاز فوق لیسانس میشی بحث پژوهشی میاد وسط، بحثی یعنی که آروم میگه خودت باید بری کار خودت انجام بدی. تو بحث لیسانس استاد محوره، یعنی هر چه استاد گفت باید انجام بدی، ولی ما وارد مقاله فوق لیسانس میشی، بعد فوق لیسانس میتونی دو تا انتخاب داشته باشی. علاوه و سلیقه شخصیت اینه که آقا ادامه تحصیل بدی یا بری استاد دانشگاه. تو بحث فوق لیسانس اینه که توانمندیشو داری، تو بحث لیسانس نه. و اگرم میخوای وارد فاز کاریش بشی، فوق لیسانس یه تفکری تو ذهن تو ایجاد میکنه که از لحاظ نرم افزاری غنی شدی. یعنی مطمئنا موقعی که پایان نامه و تزت روی یه موضوع خاصی مینویسی، هم کار نرم افزاری یعنی بلدی، هم کار تجربی و هم کار به قول معروف علمی. یعنی این پایان نامه تو حوزه مدن خود به خود از تو یه مهندس توانمند میسازه اگه توی تو دانشگاه خوب باشی، و دیگه لازم نیست بری دوباره از صفر شروع کنی. میتونی همزمان مثلا تو بحث فوق لیسانس با شرکت ها در ارتباط باشی، گزارش نویسی کنی، بعضی حالات کارآموزی بری سر فیلد، با مشاورت، با استادت، با عنوان بازدید علمی بری یه سری اطلاعات داشته باشی که مطمئنم بعد فوق لیسانس تو تجربه و توان اینو داری بری یه شرکتی بگی که آقا من اینا رو بلدم، اینها مطمئنن و آغوش گیرن و از تو پذیرایی خواهی کن. دوره یا حالا کلنگ کلاس آموزشی هستش که آدم بتونه فارغ از مسیر دانشگاه این رشته رو پیش ببره، حالا تو هم پوزیشن کار کنه. تو بحث دوره ها و خلاصه اینجور چیزا، بحث برنامه نویسی یعنی هوش مصنوعی، ماشین لرنینگ، شبکه های عصبی، دنیای جدیدمون با اینا پر شده. خب رشته مهندسی معدنم رشته پرپتانسیلیه، کسایی که تو بحث کد نویسی، برنامه نویسی، هوش مصنوعی علاقه مندن میتونن یکی از کارهایی که یعنی بهش بپردازن رشته مهندسی معدنه. یعنی همزمان با دوره لیسانس میتونن بیرون کلاس های پایتون برن، کلاس های برنامه نویسی برن، کلاس های هوش مصنوعی، ماشین لرنینگ، شبکه های عصبی، همزمان با این ادامه بدن. چون که اصلا من خودم پایان نامه کارشناسی از ارشدم، اما بحث تلفیق داده با استفاده هوش مصنوعی بود، با استفاده ماشین لرنینگ و شبکه های عصبی بود. اینم مطلع هستم کشورهای مثلا پیشرفته دنیا تو حوزه معدن، آمریکا، استرالیا، کانادا خیلی کار تو این زمینه انجام دادن. مثلا نرم افزاری ساختن بر اساس هوش مصنوعی که داده هاتو میگی، مثلا خروجی نقشه رو بهت میده. شرکت های بزرگ معدنی موقعی که من میگم شرکت های بزرگ معدنی، جزء شرکت های بزرگ تو دنیا محسوب میشن. یعنی بخوام چند تا شرکت بزرگ تو دنیا نام ببریم، مطمئنا جزء 10 تا اول یه چند تاشون شرکت های معدنی دنیا، چون که خیلی جریان و پول در اینها دخالت داره. بحث نقدینگی خیلی خوبه، بحث تکنولوژی در اینا خیلی چیز داره، به خصوص بحث عناصر نادر خاکی مثلا لیتیوم، کوبالت، اینا به خصوص خیلی تو دنیا الان مورد استفاده قرار گرفته، به خصوص تو ماشین های لیتیوم که دیگه میخوان سوختای فسیلی بابت اصلا محیط زیست که این همه محیط زیست آلوده میشه، یکی از علتش همین ماشینه، میخوان درصد استفاده از ماشین های فسیلی رو کمتر کنن و جایگزینش بشه لیتیوم. لیتیومی که تو چند دهه آینده مطمئنن خیلی خواهد داشت و ایران یکی از کشورهایی که بزرگترین ذخایرش تو این کشوره. خب به تبع با پیشرفت تو این حوزه ها ما نیازمندیم یه سری نرم افزارهای دیگه، یه سری آدمهای دیگه تو حوزه های دیگه واردن بیان، وارد این فیلد شن، یا اصلا مهندسایی که تو این همین حوزه هستن با نرم افزارهای دیگه آشنایی داشته باشن، مثل ماشین لرنینگ، هوش مصنوعی، یا همین نرم افزارهایی که معمولا نرم افزارا رو داخل دانشگاه نمیگن دوره لیسانس، اصلا دوره فوق لیسانس هم اینجوریه. مگه اینکه خودت علاقمند باشی، مثلا از طریق انجمن چیزی مثلا دوره بذارن، وگرنه اون مدلی که بیان صفر تا صدش رو نه، خودت باید یاد بگیری. خب بهتر بیرونم کلاس بری بابت همین نرم افزارها و همین هوش مصنوعی و کد نویسی و فلان. خب
خیلی مفیدتر و بهتر فرق. به طور کلی کسی که میخواد حالا تو معدن کار کنه یا هر چیزی بعد اون مسیر آکادمیک دانشگاه رو بگذرونه، درسته؟ البته هستن ها، یه سری بخوای تو حوزه معدن کار کنی، مثلا معادن سنگ، معادن چیز، حالت تجربی وار دارن، مثلا به عنوان تکنسین کار میکنن، یارو 10 سال تو اون حوزه کار میکنه، مثلا تو معادن سنگ، سنگبر، استفاده از ماشینالات و بلده، ولی مطمئنم با یک مهندس معدنی که توانمند و نسبت به این آشنایی کامل داره مهات، خوب خیلی تفاوت هست. ولی اون خلاصه یه سری از 10 سال از اون حاصل اون ملو خطا و اشتباه فلان از اینا یاد گرفتی و اینجا رسیدی، ولی میشه کسی هم که آقا اصلا بحث درسی هم بلد نباشه ولی تا یه جایی میتونه پیشرفت کنه. یه بحثی هم هست که خب رشته مهندسی معدن عین بقیه رشته ها زبان هم باید بلد باشی، یعنی همون از اول دوره کارشناسی بغلی نباید زبان هم داشته باشی، چون که علوم و کتاب هایی که مربوط به حوزه های هوش مصنوعی، این علوم جدیدی که وارد این رشته میشه، معمولا از سمت غرب میاد، از کشورهایی میاد که زبان انگلیسی زبان مادریشونه. به همین خاطر اگه میخوای تو کارت پیشرفت کنی، تو بحث مقاله نویسی، بحث پروسه اپلای دنبال میکنی، یا اصلا نه تو بحث مثلا فرض کن تو معادن زیرزمینی میخوای در مورد یک مشکل رو حل کنی که تو جوامع اروپا حل شده، باید اون زبان رو بلد باشی که بتونی یه سری کتابا ترجمه کنی، یه سری اصلا قوانینش رو بدونی، یه سری نمیدونم خلاصه در ارتباط باشی. اگه زبان بلد نباشی تو دنیای بسته خودت میمونی و همین کتابایی که 60 سال قبل نوشته شده و فقط میتونی از تجربه اینا استفاده کنی و چیزایی که با چشمت ببینی، ولی زبان اون درهای علم رو بهت وا میکنه، میتونی با دنیا تعامل داشته باشی، میتونی با اساتید ایمیل بدی، مشکلت رو بپرسی. یعنی اینجوری نیست مثلا یه فردی که متخصص دوزه اکتشاف، من دیدم از بچه‌ها پیام دادن که آقا من تو فلان فیلد کاری کار میکنم، شما متخصص همیشیدید، ما تو کاری مشکل پیدا کردیم، راه حلتون چی؟ اونا هم با کمال احترام به جواب میدن. این یه خورده با ایران فرق داره که اصلا جواب ایمیل نتونه دارم فلان نکنه. اصلا کلن زبان پروسیه که بغل اینها اصلا حتما باید بهش پرداخته بشه که تو بحث ادامه کاریت موفق بشی. تا مقدار خیلی خوبی در مورد آینده شغلیش توضیح دادین. میخواین دیگه توضیحات تکمیلی و اینکه کلا دیگه بچه کامل بخوان آشنا بشن با آینده شغلیش توضیح بدین که بچه دیگه کامل با دید باز وارد این رشته بشن. بحث آینده شغلی، خب از نظر من به دو قسمت من تقسیم میکنم. کسایی که میرن سمت آکادمیک، یعنی منی که فوق لیسانس خوندم، علاقه دارم بحث پژوهشی، علاقه دارم بحث مقاله نویسی، علاقه دارم بحث تدریس و درش توانمندم، میتونم ارائه بدم چیزایی که خوب یاد گرفتم و به نحو احسن ارائه بدم، خب به تب میرم سمت تدریس، یعنی فوق لیسانس و ادامهش دکترا. مطمئنن بعد دکترا یا فوق دکترا تقریبا مدت زمانش هم اگه پشت سر هم همینجوری ادامه بدین 4 سال 10 سال طول میکشه دیگه طبیعتا. و اگه یه دانشگاه توی یه دانشگاه خوبی بتونی چیز کنی، مطمئنن هیئت علمی یکی از دانشگاه سراسری ایران خواهید، یعنی اینو بهتون قول میدم. یا اینطور مثلا فرض کنیم که یکی از دانشگاه تهران دولتیش بتونی این 10 سال ادامه بدی، بعد این 10 سال مطمئنن یکی از دانشگاه سراسری ایران جذب هیئت علمی میشی، چون که الان تو این بازار اکثر بچه‌هایی که رغبت به دانشگاه ندارن، اکثرا میرن سمت بازار و کار و فلان و میگن که همیشه ثروت بهتر از علم دیگه، میرن به اون سمت، ولی میتونن این خلاصه این یه مسیر رو ادامه بدن. این یه مزیتی هم که داره، شاید بچه‌ها ندونن، کسایی که یه خورده روحیه جاه طلبی دارن، کسایی که دوست دارن کارهای بزرگ کنن، مثلا انتخاب وزیرا، انتخاب مشاورا، انتخاب تو بعضی وزارتخونه‌ها مشاورای باسواد، از همین اساتید دانشگاه انتخاب میشه، رئیس سازمان سنجش فلان دانشگاه تدریس بکنه، رئیس فلان وزیر فلان دانشگاه است استاد بوده، فلان وزیر علوم پزشکی فلان بوده، یعنی اینا رو باید در نظر بگیره. کسایی که اون مسیر نهاییشون به اینجا ختم میشه، این پروسه تدریس و استاد دانشگاهی و البته اینم بگم معمولا بغل این کارا حتما باید کارهای فیلدی هم انجام بدی، ولی اولویت اصلیشون این نیست، ولی خب به تبع باید انجام داده باشه. بحث دومم بحثی که بعد فوق لیسانس دیگه میوسن درس و میذارن کنار، شاید برن تو دکترا ادامه بدن، مثلا حالا فرض میره سمت کار یا مهندس معدن اون شرکت میشن، کارهای تامو تقسیم بندی کردم که کلن 4 تا فکر کنم چیز داره، گرایش داره، اکتشاف، استخراج، فراوری و مکانیک سنگی هم هست، یعنی این 4 تا مورد، یعنی تو هر فیلدی که میخوام میرن ادامه میدن. بحث اکتشاف معدن میشه، میرن تو بحث اکتشافات 4 تا فاز داره، شناسایی، پیجویی، مقدماتی، تفصیلی، یعنی این پروسه رو انجام میدن. نهایت این پروسه این میشه که یک مثلا
تو ورقه 100,000 یا یه مثلا یک 25 در 25 کیلومتری که به اینا داده بودن که پروسه اکتشاف انجام بدن، از این 25 کیلومتر در 25 کیلومتر با مسافت مثلا 4000 کیلومتر بحث اکتشافات میرسن به مثلا 300 کیلومتر 400 کیلومتر، یعنی نقاط پرپتانسیل اونجا هدف اصلی اکتشاف اینه که در کمترین زمان ممکن کمترین مساحت رو از اون چیز انتخاب کنن که هزینه کمتری هم داشته باشه. بحث اکتشافش اینه. بحث استخراج، وارد مقوله استخراج معدن میشه. نحوه طراحی پیت در مثال‌هایی که مربوط به طراحی اتوکد میشه گفت، دیتا ماین، اینها بحث آتشباری تو معدن، بحث برنامه‌ریزی تو معدن، بحث فروشش، بحث استخراج مربوط به ایام شد، بحث فرآوریش مربوط به بحث خارج شدن ماده معدنی از من به سمت کارخونه، یعنی مثلا عیار معدن 20% میره کارخونه، منصه معدن وظیفه داره این عیار رو برسونه 45%، و همچنین ادامه بدن تا به 99-98%. یعنی بحث فرآوری بیشتر مربوط به کارخونه است، کسایی که تو بحث فرآوری میخوان ادامه تحصیل بدن مربوط به ترکیب شیمیایی اوناست که چطور از علم فیزیک و شیمی استفاده کنن تا بتونن اون عیار ماده رو افزایش بدن، یا در قالب مثلا مورد استفاده واسه عموم مردم تهیه کنن. بحث مکانیک سنگی هم که مربوط به تونل مشترک با مهندسی عمران، با مربوط مترو، مربوط به حالا میشه گفت جاده، میشه میتونن مربوط به آزمایشگاه خاک، یعنی تونل گوزم میشه گفت. کلا فیلد کاری مهندسی معدن خیلی گسترده است با توجه به پتانسیلی که تو ایران هست، بهشت زمین‌شناسی دنیا است. از هر نوع ماده معدنی بخواین تو این کشور هست کلهم، یعنی از من تا حالا مهندسی معدنی رو ندیده بودم که بعد فارغ التحصیل بیکار باشه، همچنان میره دنبال کار. ولی خب بغن اینها یه سری شرایط سختی هم داره دیگه، کار فیلد کار به شدت سختیه، کار اکتشافی، کار نمونه برداری، میری فیلد یه هفته دو هفته، کار سرپرست کارگاهی استخراج 25 روز 5 روز 23 روز 7 روز، اینا کارهایی که بعدش باید این مدلی کار کنی، یعنی اینجوری نیست که همش زیر کولر باشی، نه. ولی خب یه سری مزیت هم داره دیگه، حقوقت بالاست، اون 10 روزی که میای خونه با خودت، 20 روز کار 10 روز چیز میتونی پس انداز کنی، واسه یه جوانی که میره اولش همین کار رو بکنه هیچ گونه هزینه نداره، یعنی منی که میرم سر کار تمام هزینه هم به شرکت 20 روز، یعنی همراه با حقوق، یعنی حقوق کاملی که میگیرم پس انداز میکنم، میتونم مثلا 10 سال 5 سال همین مدل کار کنم، پس انداز کنم و میتونم ارتقا شغلی پیدا کنم، از بحث فیلدی وارد بحث دفتری بشم، وارد بحث گزارش نویسی بشم، وارد بحث از سرپرست کارگاهی یا مهندسی ساده بشم، مدیر پروژه‌ای که هفته یک بار سر میزنه پروژه، ماهی یک بار سر میزنه جهت ببینه که چطور کارش پیش برد داشته، پیش رفت داشته، یعنی اینجوری نیست همش کار فیلدی داشته باشه. ولی حالا بحث این بحث ایران، تو بحث دنیا همونطور که گفتم مواد معدنی مدت زمان تشکیلشون خیلی طول میکشه، ما تقریبا داریم از همه پتانسیل های معدنی سطحیمون داریم استفاده میکنیم، ساز مطمئنن تو آینده با کمبود مواجه میشیم، باید علمش رو داشته باشیم که بتونیم به مواد معدنی که تو اون هستن حالا ببینیم جاش کجا چجوری اکتشاف کنیم. علوم دیگه داره به مهندسی معدن اضافه میشه، روش مصنوعی و فلان، یعنی تو دنیا دارن روش کار میکنه که عیار اون چیزو ببرم بالا، چجوری اینا رو استخراج کنم، تو بحث تونل، تو بحث اکتشاف، استخراج، فرآوری. و دانشگاه‌های دنیا هستن، اصلا یه بحث تو کرات دیگه مطرح مواد معدنی هستن، هست تو کشور کرات دیگه یا نه. در کل مهندسی معدن در ایران کمتر بهش پرداخته شده، بحث زمین شناسیش، بحث مهندسی معدن خیلی پتانسیل داره، بیکار نمیمونی مطمئنن بعد فارغ التحصیل اگه پروسی اپلای مطمئنن ادامه بدی، به خاطر اینکه تو ایران با تنوع ماده معدنی و آدم های باسواد و دور اطرافته تو پروسی اپلای آدم موفق خواهی شد و پیشرفت خواهی کرد. الان شغلایی که بهش اشاره شد همه سمت کارمندی بودن، حالا یه کسی بخواد برای خودش کار کنه یا روحیه کارآفرینی داشته باشه جایی برای اون آدم هستش؟ اصلا یکی از مزیت های شغل همینه، یعنی این شغل سازمان نظام مهندسی داره، به کسایی که فارغ التحصیل این رشته هستن امتیاز میده، حداقل امتیاز لیسانس فکر کنم 8 امتیازه و فوق لیسانس دکترا 10 امتیاز، میتونی واسه خودت محدود ثبت کنی، هم به صورت شخصی و حقوق حقیقی و حقوق شرکت بزنی با 3-4 از دوستان شرکت بزنیم، یه سری امتیازها داره، مثلا میزان تحصیلات، میزان
سرمایه‌ای که میاری، ماشین‌آلات، میتونی با شرکت‌های دیگه همکاری کنی و محدوده معدنی با استفاده از اون اطلاعات و علمی که تو دانشگاه یاد گرفتی و تجربه کاری که کردی میتونی از همینا استفاده کنی واسه کارآفرینی. یعنی ما فکر کنم بیشتر معادن ایران معادنی هستن که شخصی به صورت شخصی اداره میشن. معادن سنگی رو داریم، معادن فلزی رو داریم، معادن خلاصه گچ و نمیدونم معادن غیر فلزی خیلی هستن که به صورت شخصی اداره میشن. 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر درش کار میکنن. و حالا سوالی خوبی بود که ازم پرسیدی. دقیقاً یک شما نمیتونید موقعی که مکانیک فارغ التحصیل بشی بری مثلا بدین عاید بشی مثلا یه حالا مکانیکی باز میکنی، ولی اینجا میتونی اصلا کارآفرینی کنی. میتونی اصلا من معدنی رو سراغ دارم که معدن مال خودشه، بعد یه خورده وضعیت مالش خوب شده، کارخونه فراولش رو بهش زده، خردایش داره انجام میده، داره با ایتالیا صادر میکنه. یک شخص یعنی با این چیز توانمندی ها، توانمندی مدیریتی علمی فنی میتونه 0 تا 100 همین پروسه اکتشاف، استخراج، فراوری و حالا صادراتی که شورای ایگر چیز کنه دنیا بهش نیاز داره. یعنی خیلی از این چیزها مثلا معادن سنگمون هم همین جوریه. یه نفر معدن سنگ داره، همین معادن سنگ منظورم مرمریتی که یا گرانیتی که تو مترو استفاده شده، تراورتنی که تو سنگ نمای ساختمان استفاده میشه، بحث سنگای تراونیکس، اسلپ هایی که تو هتل ها واسه تزیین استفاده میشه، همین از معدن استخراج میشن، کارخونه فراوری به اسلپ تبدیل میشن، نازک به صورت ورقه نازک والا تبدیل میشن، یا صادر میشن، یا واسه نیاز داخلی چیز میکنن، یا واسه نیاز خارجی صادرات انجام میشه. تو بحث مواد معدنی دیگه هم مس، ما یکی از شرکت های پردرآمد ایران، شرکت ملی مس، یعنی یکی از گلدورهای تو ایران همین مسه، چون که مسو قشنگ صادر میکنه و به دلاری درآمد داره، شرکت نیمه خصوصی است. بغل اینا یه سری شرکت ها هستن که کلا خصوصی ان، 0 تا 100 پروژهشون رو خودشون دست گرفتن. یعنی نظام، سیستم و دولت این اجازه رو به هر فرد مهندس به خصوص میده که بتونن کارآفرینی کنن تو رشته وارد. خودتون هم تو صحبتاتون اشاره کردین و تو پروسش هم هستین. بحث اپلای این رشته چطوره؟ بحث اپلای این رشته هم اینه، بقیه رشته های مهندسی خب پروسه‌ایه. خب اولا زمان بره، باید دانش زبانی داشته باشی. پیشنهادم اینه که از همون دوره لیسانس اگه کسایی که تو برنامه‌شون هست مهاجرت کنن، زبانو در نظر بگیرن که دچار بعدا مشکل نشن. کلا پروسه اپلای تو رشته اینه، بقیه رشته‌ها 3 تا مؤلفه اصلی داره دیگه. یک، اولی بحث معدله که باید یه حداقل معدل لیسانس یا کارشناسی ارشد داشته باشی. هر چقدر این معدل میره بالا، خب امتیاز داره، حسنه واسه. دومی، دانشگاه‌های آمریکایی بیشتر مد نظرشونه که آمریکایی و کانادایی و استرالیایی، چون که عمده مهندسی معدن تو اونجور کشورها هست، یعنی کشورهایی که پرمعدنن و مهندس جذب می‌کنه مهندس معدن. نحوه پژوهش رو بلد باشی، یعنی اولویت شما مقاله نویسی نیست، نحوه پژوهش، نحوه اون کار پژوهش رو بلد باشی، بتونی سرچ کنی، بتونی بپرسی، ارتباط بگیری، بنویسی، کار نرم افزاری بلد باشی فلان، مقاله هم داشته باشی، مقاله دهت Q1 Q2 تا Q3 خیلی خوبه، یعنی جزء مزیت‌ها حساب میشه. چون که پروسی اپلای تو اون کشورها بحث رقابتی من با چینیاس، با هندیاس، با کشورهای اطراف که خیلی از ما تو این زمینه پیشرفت کردن. و بحث سومم که بحث زبانه، یه امتحانه باید حتما داشته باشی آیلتس تافل. مجموع این سه تا باعث میشه که یعنی یه سری مثلا فرض کن آیلتس 7 داشته باشی، یه مقاله داشته باشی تو حوزه خودت، مطلب خوب باشه، مطمئنن با یه پشتکاری، با یه ادامه دادنی میتونی به اون دانشگاه مقصدت برسی. یعنی این بقیه رشته هم ادامه بعد فکر کنم از بقیه رشته فکر کنم بهتر باشه. بحث کاریش و درآمد شغلیش من سراغ دارم مثلا بعد فارغ التحصیل شدن حداقل حقوقی که بهت میدن نزدیک 100,000 دلار یا 100,000 دلار سالیانه است. عدد بسیار زیادیه. بخشید تو استرالیا من دیدم. حالا تو طول این مصاحبه شما خب اشاره کردین موقع انتخاب این رشته اونقدر اطلاعی در موردش نداشت، ولی خب از موقعی که وارد شدین تو این سالها خاکش هم خوردید و کامل الان علاقه‌مندم هست به این رشته. میخوام بگم که این رشته به درد چه کسایی نمیخوره. خب میگفتم که یه خورده به خاطر فیلد کاری که داره، یعنی تو بخوای اگه آدم موفقی تو این شغل باشی باید حتما کار فیلد بکنی، یعنی بری. من خودم مثلا یادم اولین تجربه کاری منطقه خوربیابانک تو منطقه اصفهان، دمای بالای 50 درجه 60 درجه معادن سنگ، یعنی من یه کلاهی رو خیس می‌کردم می‌ذاشتم تو سرم، یه 10 دقیقه پیاده روی می‌کردم کلاه خوش می‌شد. ولی اینا رو باید در نظر بگیری، باید بری. اینجوری نیست که فقط بشینی پشت میز بگی من مهندس، باید تجربه اینجور کارا رو داشته باشی یه سال دو سال که
بعدم میتونی آدم موفق باشی و به جامعه خدمت کنی. اینا یکی از نکاتی که حتما باید توجه کنیم. یه خود سخته واقعا. شنو من الان رفیقام یه کار میکنه، معمولا کارا تو مناطق گرمسیری و کرمان و طبس و نیبندان و نمیدونم زاهدان و اکثر معادلمون اون سمت از نظر آب هوایی شاید سختیه. درسته که کنارش خوب نمیدونم یه سری مزیتایی هم داره، نون محلی و شیر محلی و نمیدونم اینا هست دیگه، یه سری خوشیای خودشو داره، ولی شرایط کارش واقعا سخته. اتفاقات بدی تو معدن میفته، بعضی میبینیم که مثلا معادن زغال سنگ چیز کردن زیر زمینی، یا مثلا بیل ماشینالات با ماشینالات سنگین سر و کار داری، بیل مکانیکی و لودر و نمیگم دستگاه سنگین، هر لحظه امکان داره یه اتفاق بیفته، معدن ریزش کنه، تونل ریزش کنه، هر حادثه مار گرفتگی و عقرب گرفتگی و نمیگم اینا تو بیابون با اینا سر کار داریم. یعنی اینا رو باید حتما در نظر بگیرن. کلن شغل پرماجراجویه دیگه در واقع. یعنی اینجوری نیست که مثلا هیچ اتفاق واسط احتمال داره بری مسیر رو گم کنی، یعنی یه خلاصه یه روز بیا بمونی تا. یا اصلا من تجربه دارم که ما یه جایی رفته بودیم آب شیرین نبود، آب شیرین نبود، اصلا لوله کشی هم نداشتم، میرفتیم این قدیما از اون یه قناتایی دارن اون چیزا رو مینداختیم پایین، آبو میکشیدیم بالا میآوردیم واسه مصرف خلاصه آب شور بمون، مثلا آب واسه استحمام و فلان آب شور بود. یعنی بعضی جاهای کار اینجوریه. البته این بیشتر تو حوزه اکتشاف و استخراجه. هر چقدر به فراوری نزدیکتر میشه، خب فراوری کارش با مواد شیمیایی سر کار داره. مثلا من میدونم مثلا طلا از سیانور فکر کنم اشتباه نکنم استفاده میکنم، سمیه، حالا نمیدونم سیانور یا نمیدونم دقیقاً، حالا یادم رفته. مواد سمی سر کار داری. تو بحث تونلش هم میشه، خب کلا چه داخل شهر باشه چه بیرون شهر باشه، یه خورده شرایطش واقعا سخته. یک بخش جزئی از کلیه پروسی معدن، مهندسی معدن میتونه یه خورده خطرناک باشه، اونم در سالهای اولیه. یعنی یه نفر که یک سال دو سال رفت کار کرد کاری دیگه، لازم نیست هر ریش بره. ما یک بار مثلا فرض کن مدیر پروژه‌ای که ما یک بار به پروژه سر میزنه با ماشین شاسی بلند میره، با فلان امکانات میاد، چون که میدونه کارو بلده، با یه نگاه کردن میتونه چی به چیه کی به چیه، گزارش میخواد ازشون، دستور میده فلان کاری کنید فلان کاری کنید، حالا بحث مدیریتی پیش میاد. بعد این به بقیه شغلات استرس داره، بحث پول شاید این ور اون ور بشه. یعنی تنها تفاوت اصلیش با بقیه شغلا اینه که اینم به نظر من بات به چوب درآمدی که داری و بیکار نیستی خب میارزه. سلام، وقتتون بخیر. تو این ویدیو من میخوام راجع به رشته مهندسی معدن به صورت کلی و اینکه چقدر برای خانم‌ها میتونه مناسب باشه، مثلا چالشاش برای خانم‌ها چی میتونه باشه صحبت کنم. به طور کلی رشته مهندسی معدن یه رشته خشنیه، یعنی شما خواهی نخواهی هر کدوم از فیلداشو که برین بالاخره با سنگ و خاک باید آشنا بشید، باید دست و پنجه نرم بکنید، و اینکه شما باید توانایی این که یه مشاهده‌گر خوب باشید رو داشته باشید. تو رشته معدن اینکه شما سنگ ها رو بشناسید، کانی ها رو بشناسید خیلی مهمه. مثلا به شما یه سنگی رو نشون میدن، میگن که مثلا این سنگ اسمش اینه، شما باید بتونید وقتی که مشاهده میکنید یادتون نگه دارید. یعنی در واقع هم به توانایی مشاهده‌گر بودن شما بستگی داره که باید این توانایی داشته باشین، هم اینکه بتونید یادتون نگه دارید اونها رو. این به نظر منی که ارشد این رشته رو دارم، حالا من توی فیلد اکتشاف ارشدم اکتشاف بوده، به نظر من این خیلی مهمترین و اساسی ترین چیز تو رشته مهندسی معدن. و اینکه حالا من اینا رو گفتم، فکر نکنید که کلا یه رشته حفظیه، مثلا باید برید بشینید سنگ حفظ کنید صبح تا شب و اینا، نه اینجوری نیست. توی فیلدهای مختلف داخلش هم مثلا توی بخش اکتشاف شما باید جوشیمی بلد باشید، باید شیمیتون خوب باشه. توی بخش استخراج شما کاملا درسای مثلا مثل استاتیک مقاومت مساله، بچه‌ای که مثلا استخراجی بودن بهتر میدونن، کاملا بسته به هوش ریاضیاتی شماست، هوش منطقی شماست، اینها هم داره. یعنی واقعا مهندسی معدنه، زمین شناسی نیست، خیلی فرق میکنه مهندسی معدنه، ولی خب زمین شناسی خیلی خیلی توش بولده. و اینم بگم که توی مهندسی های امروزی شما اصلا نمیتونید کامپیوتر نرم افزار رو بذارید کنار، باید نرم افزار مربوط بهش رو یاد بگیرید، باید مشتاق باشید که این نرم افزار رو یاد بگیرید. و خب اگه بخوام راجع به این که این رشته چقدر میتونه مناسب خانم ها باشه صحبت بکنم،
ببین همونجوری گفتم چون بالاخره مواد دفتری و کامپیوتری و نرم افزاری جدیدن خیلی اومده تو رشته مهندسی معدن و در واقع جای افرادی که میرفتن تو فیلد خودشون به صورت عملی این کارو انجام میدادن گرفته، برای مثلا دخترایی که یا خانمایی که علاقی ندارن برن فیلد، دوست ندارن برن مثلا معدن ببینن، دوست ندارن مثلا برن توی فضای آزاد مثلا این کارو انجام بدن، شغل دفتری هم داره. و خب یه سری فیلد هست که مشخصا شما میری تو فاز تحقیقاتی، مثلا بخش محیط زیست اگر مثلا بخواید کار بکنید دیگه شما اونقدی لازم نیست برید مثلا چه میدونم توی یک معدنی، توی یک فیلدی، توی یک صحرایی، نمیدونم جنگلی جایی این کار رو انجام بدید، صرفا کارتون تحقیقات و خب مطالعه و مثلا خلاقیت خودتون که چه روش هایی میتونید ابداع بکنید برای اینکه مثلا ما معدنکاری تمیزتر و دوستدار محیط زیست تری داشته باشیم. خیلی از شرکت ها توی ایران و همچنین مثلا توی حتی خارج از ایران میتونن، یعنی از شما میخوان که واقعا برید فیلد. خیلی واضح و آشکارا وقتی که دارم با تو مصاحبه میکنم میگن که ما از شما میخوایم بریم فیلد، حالا اینکه دختر باشید نباشید خیلی فرق نمیکنه. به صورت کلی حالا بخوام بگم اگر میخواید وارد رشته مهندسی معدن بشید و دخترید، باید این ریسکو بپذیرید که شما توی آینده کاری یا حتی برای پروژه های کارشناسی یا کارشناسی ارشدتون نیاز دارید که حداقل برید نمونه برداری بکنید. اگر نمیخواید معدن کاری انجام بدید، حداقلش اینه که توی بخش اکتشاف شما باید برید و لیست نمونه برداری انجام بدید، یا حتی بعدا تو محیط کارتون ازتون میخوان که برید مثلا چه میدونم یک شبکه اکتشافی طراحی کنید با توجه به مثلا اون توپوگرافی که اون محل داره، ساختارهای زمین شناسی که اون محل داره. پس اگر که میخواید این رشته رو بخونید خانم ها و دختر، باید این ریسک رو بپذیرید که ممکنه ازتون بخوان که برید واقعا برید معدن، برید بیابون، برید کوهستان. به صورت کلی من خودم رشته معدن رو الان که فارغ التحصیل شدم بدم توی رشته کار میکنم دوست دارم. رشته هیجان انگیزیه، توش تنوع زیاده، به اصطلاح استاتیک نیست، مدام شما باید تغییر کنید، مدام با چیز جدید مواجه میشید و خب من دوستش داشتم. ولی با توجه به این چیزایی که گفتم و خب قطعا من اکتشافیم، رجبه مشخصا بخش اکتشاف میدونم خیلی راهنماییتون کنم، باید حالا علاوه بر اینکه این ویس رو گوش دادید صرفا به این اطلاعات خلاصه و خیلی مختصری که من اینجا چون به خاطر اینکه وقت نداشتم گفتم، نباید فقط به صرفا به اینا اتکا کنید، خودتون برید تحقیق کنید و ببینید که آیا واقعا این رشته مناسبتون هست یا نه. ولی به نظر من تو دنیا امروزی مانعی ندارید به اون صورت که بخواید این رشته رو دنبال بکنید یا مثلا تو این رشته حتی کار بکنید، ولی حالا باز بس خیلی رشته بستگی به روحیات خود خانومان داره. یعنی من نمیتونم کلا یه جنبندی کلی بکنم بگم نه این رشته بر خانوما 100% میتونه مناسب باشه، نمیتونه مناسب باشه. بالاخره این چیزایی که گفتم هم توش دار، اگر روحیاتتون اونقدری روحیات لطیف و ظریف و خیلی حساسی نیست، به نظر من خیلی رشته مناسبی میتونه براتون باشه. خیلی ممنون از زحمتی که کشیدین، وقتی که گذاشتین و از تجربتون به ما گفتین. دیگه قبل از رفتن از ایران اومدین قشنگ هر توضیحی که لازم بود دادین و امیدوارم که خیلی به بچه ها کمک کنه. یه سری ها شاید اصلا ممکنه با دیدن این ویدیو قشنگ آیندهشون تغییر کنه و بیان تو همین رشته و امیدوارم که همه موفق باشن، شما موفق باشین. بازم خیلی ممنون از وقتی گذاشتین، دستون در نکنه. خداحافظ بچه‌ها. بهت گرم.